وقت بر همه شما بخیر و در این بخش هم مهماندار هستیم. آقای محمد کاظم همایون رئیس اداره محیط زیست کابل با ما هستند، در برنامه تشریف آوردن و در مورد برنامه‌های ریاست محیط زیست کابل برای مبارزه با آلودگی آب و هوا که بیشتر در فصل زمستان آب و هوای کابل هم مخصوصا خود مرکز آلوده میشه، بیشتر برنامه‌هایی که هست صحبت می‌داشته باشیم. شما هم ما را همراه باشید. سلام، صبحتون بخیر. سلام دارم خدمت شما و حضرزین تلویزیون خوب شما، خدمت هموطنان. ممنون از شما آقای همایون، از اینکه شما در کنار خود داریم. ممنون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین و حضور پیدا کردین. خب بیشتر صحبت‌ها در مورد برنامه‌های اداره محیط زیست و همچنان آلودگی آب و هوا. این درست است، ما میپذیریم که در بعضی از خانه نمیشه خانه به خانه رفت و گفت که این همه مشکلات که حالا است، بخاری که شما مانده این دودش بلند میشه و آلودگی آب و هوا رو بیش از حد میسازه. اما برنامه عمدی که بالایش کار صورت میگیره به دلیل آلودگی آب و هوا و شاید از این همچنان بودیم امسال که برف باران یکم کم بود، اگر می بود باز هم کاهش پیدا میکرد آلودگی آب و هوا، اما که نشد. حالا روز به روز رو به افزایش است، نه کاهش. مشنیده این مورد از شما تشکری دارم. ممنون شما، ممنون از نگاه سبزتان. دقیقاً میخواستم چند نقطه را خدمت شما بینندگان با عزت ما را بکنم که اگر مقایسه دو سال پسینه بیاریم یک مقایسه بگذاریم، شما وقتی که دیتا را میبینین سال پار و هم ساله نسبت به سال پار ما دستاوردهای نسبی داشتیم، گرچند که در طی 20 سال بازیگوشی هم کردیم، برنامه استراتژیکی را نداشتیم، یک دورنما از وضعیت محیط زیست و زدودن از ایناست توسط برنامه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی، فنی که ایجاب میکرد. ما باید همچون کاری را میداشتیم که نداشتیم. اما در طی دو سال پس این که ما مسئولیت در ریاست محیط زیست ولایت کابل داشتیم و خادم مردم خود بودیم، سال پار تقریبا وقتی که شما میبینید در سطح جدول ریزوگردا انواع مختلف ریزوگردا تعدیدترین آلاینده است در سطح تمام 5 آلاینده پیشگام در سطح جهان که ریزوگردها امسال نسبت به سال پار قسما کاهش پیدا کرده، فیصدی بسیار کم. اما وقتی که ما قوس جدی را شما میبینید تار پولو در پولو میبینید ریزگردا کاهش پیدا کرده و این نظارت جدی بوده که ریاست محیط زیست ولایت کابل در همیاری با وزارت محترم داخله و شرکای خود انجام داده. چند تا عامل بوده که ما زیاد ندانستیم پیش بریم در کارهای خود. سال پار شما پیشتر یاد دهانی کردیم که عوامل طبیعی مثل برف بارندگی ها ماه قوس و جدی سال پار بیشتر بود که میتونست آلاینده ها را کاهش بده و سراسری بسازه از دید محیط زیستی. امسال همون نبوده و همچنان امسال ما بلندترین بادی که در شهر کابل داشتیم میوزید حدوداً 10 کیلومتر در فی ساعت بود، 4.6 4.8 اینمی قسم تا 10 کیلومتر. سال پار تا 25 کیلومتر بود که باد میتونه مهار به سال آلاینده ها را. و همچنان عواید سرانه مردم سال پار $720 بود، یعنی عواید فی نفر به طور میانگین در یک سال $720 بود، دیتایی که احصای مرکزی میداد. امسال $520 شد، یعنی فقر گسترش پیدا کرد و فقر هم میتونه که بحران بالا ببره، همگی رجوع بکنه به طرف استفاده از زغال که میتونه یک حامل دیگه باشه. عامل دیگه هم آمدن مهاجرین از بیرون از کشور در زمان کرونا که حدوداً 500,000 نفر صرف از جمهوری ایران آمد و به امی منوال از جمهوری پاکستان حدوداً ما 3,300,000 نفر در شهر کابل بغیر ای که جمعیت شهر کابل بیشتر است اما نرم و استانداردها هست، یعنی ضریب تکاثف بلند است. امسال ما میمان 300,000 جمعیت دیگه هم که با فرهنگ شهرنشینی هم آنچنانی آشنا نبودن. اینا همه عواملی است که باعث از شده که ما میگیم دستاورد داریم، اما بر مردم ما محسوس نیست. حق مردم ما است از ما بپرسه و دلیل عمده همی است که امسال تمامی مردم رجوع کردن به طرف استفاده از زغال سنگ و زغال سنگ سلفر زیاد بیرون میکنه، متصاعد میسازه و خودی سلفر قدرت دید پایین میاره. شما وقتی که شام میرین در ظاهر همه کلگی میبینه و شکایت میکنه که آلودگی هست، اما آلودگی ریزوگردا که تهدید بسیار جدی بوده نسبت به سال پار کاهش داره که میتونه یک دستاورد باشه. ما همچو کاره. اما در پیوند با پرسشی که شما محبت کردین، دقیقاً که ما چندین برنامه داشتیم. برنامه اول ما به خاطر ریشه های مشکل محیط زیستی، ریشه های اجتماعی هست. ما در پیوند با همین مسئله خواستیم یک همه‌پرسی را برا بندازیم که برایند همه‌پرسی ما برای ما گفت که 67% از مردم ما آگویی حتی نسبی از مسائل و موضوعات محیط زیستی ندارن. حتی تنظیف هم فکر میکنن محیط زیست است، سرسبزی هم فکر میکنن مربوط به محیط زیست است و دهها مسائل دیگه که اینی هم یکی از مشکلاتی بوده که بالای ما تعمیل شده و در پیوند با این مسئله خواستیم برنامه‌های پیشروی خود بیشتر آگاهی‌دهی را بگیریم. سال پار یک تعداد از مکاتب زیر پوشش گرفتیم، چون کشور ما یک کشور جوان است و اطفال میتونن بیشتر از همه کار جاگیرتر بکنن، فعال هستن و آسیب پذیرترین هم اطفال هستن، کودک های ما هستن. به همین خاطر ما خواستیم که از نسل نو خود زیرساخت های فکری را جور بسازیم که یک مدل خوب است در تمام کشورها، هم در مکاتب و همچنان با توجه به نگرانی هایی که در خانه ها هست. ما 3 ناحیه را زیر پوشش گرفتیم، گرچند کشدار و مریض بوده، آنچنانی جاگیر نبوده. همه سال بعدی تصمیم داریم که تمامی خانه‌های شهر کابل در صورت یک پروژه بر ما داده شود. تمامی خانه‌های شهر کابل ما می‌خواهیم که با زبان مادرانه از اهمیت منابع طبیعی، از استفاده از سوخت، خطراتش و کاهش در سوخت‌ها، از اسپریایی که در مادرها استفاده می‌کنند، خوشبوکننده‌ای که در تشناب‌ها استفاده میشه، اثرات از این چیز، الگوهای مصرفی آب چی است، هر قدر که ما آب مصرف می‌کنیم برای محیط زیست ما چه تاثیر می‌کنه. اینا را تمامش باید برای مادران نسخه بدیم، مثل که امسال دادیم، همه جاگیری نبود. سال بعدی می‌خواهیم که تو پیوسته همچو کارا را انجام بدیم. همچنان آسیب شناسی کردیم که در صورتی که اداره ملی حفاظت محیط زیست افغانستان همراه ما همگام حرکت بکنن و وزارت محترم معارف هم همکاری بکنن، ما آسیب شناسی کردیم که چه چیزها را ما باید شامل نصاب درسی مکاتب خود بسازیم که بسیار با ارزش است. در دانشگاه ها هم گفتمان‌های اقتصاد محیط زیست انداختیم، دانشگاه دولتی و غیر دولتی. همچنان در بخش حقوق محیط زیست، حقوق بین‌المللی محیط زیست، در دانشکده‌های حقوق گفتمان‌های کلان انداختیم. در حقوق بشر افغانستان ورکشاپ‌ها گرفتیم. در پارلمان افغانستان به خاطر دفاع کنن از بودجه ما، در پارلمان افغانستان برنامه‌ای را برای کارمندای اداری از اونها گرفتیم، روشنگری کردیم. اما نقطه‌های آسیب پذیری است که ما را میتونه با مهدف واقعی ما بسازه و ما را حمایت بکنه. شما توجه داشته باشین که این کار بسیار جاگیر است و وقتی که تاریخچه آلودگی ها رو در جهان آدم میبینه، پس از 200 سال آلودگی ها شامل اولویت های حکومت ها شد در جامعه غربی، در زمان هدوارد اول، در زمان الیزابت اول. اما شما در طی 2 سال ما تانستیم که مشکلات محیط زیستی را در بالای میز رئیس جمهور بندازیم و جلال تمام رئیس جمهور شامل اولویت کاری خود بگیره و معاون صاحب اول ریاست جمهوری عمل در گزارش نشونیم برنامه‌اش یکی از برنامه‌های اساسیشون همی است. اینی کارایی است که در طی وقت کوتاه با امکانات 7 میلیون افغانی در 1 سال بودجه برابر با کمتر از معاش یک وکیل ما کار کردیم و انسانی کار کردیم، شبانه روزی کار کردیم. خدمت مردم موفق باشید. خب آقای همایون، میشه در مورد هماهنگی شما با بخش شهروالی کابل به خاطر حفظ محیط زیست و کاهش آلودگی آب و هوا و همچنان مشکلات محیطی که هست بیشتر چقدر هماهنگ بودین؟ کارها و برنامه‌هایتان طبق هماهنگی پیش رفته تا بتونن که این همه مشکلاتی که هست کاهش بده؟ خب پرسش بسیار بجا. ما شرکا در 2 حلقه داریم، حتی در 3 حلقه. حلقه اول ما همو اداراتی هستند که مالک شهر هستند، اداراتی هستند که مستقیم رابطهشان با حیات است و یکی از این جمله شهرداری محترم کابل است و بدون همیاری شهرداری محترم کابل قدرت اجرایی داره و ما بر از اونا برنامه را میتیم. امسال نسبت به هر سال پیشتر با توجه به اینکه معاونت اول ریاست جمهوری مسئله را بسیار جدی میگیره، شهروالی محترم کابل همراه ما همگام حرکت میکنن. تا امروز هم که دارم با شما صحبت میکنم بیشتر از 2.5 میلیون افغانی ما جریمه کردیم و واریزش ساختیم برای خود بودجه شهرداری محترم کابل که سراسر افغانستان 34 ولایت دیگر ببینید نتانستن به می اندازه پولی را که ما جریمه کردیم بپردازن به شهرداری ها با یا به ارگانهای محل در سطح ولایت ها که خود میتونه یک دستاورد بسیار خوب باشه. اصناف هم زیر کنترل است. تمامی اصناف ما دیتا کردیم که تا امروز شهرداری محترم کابل کار خانگیشون بود که انجام ندادن. ما تمامی اصناف آلوده‌زا و حدوداً 5000 بیشتر از 5000 اصناف آلوده‌زا شناسایی کردیم، جی پی اس کردیم، شامل جی آی اس ساختیم، دیتا انتری کردیم که تعمیل ما میدونم در دفترم باشم که یک نفر شکایت بکنه از بگونه نمونه سر سه پروژه تایمانی، ما میدونم که در اونجا کدام حمام است، جی پی اس شان دارم و میدونم که چی را سوخت میکنه و چطور بتونیم به خاطر مبادلای سوخت یا همه مال فشاری که میکنیم، یعنی اوشمند ساختیم داره را که این تانسته تا یک حدی مدیریت ما را سالمتر بسازه و تحصیل عواید ما را سریع بسازه، بیشتر بسازه. خیلی خوب، ممنون از شما آقای همایون از یک تشریف آوردین بعد از مدت زیاد و حرفای خیلی خوب شما را همچنان داشتیم. پلان هایی که حالا دارین انشالله که همش موفقانه انجام بیافته، برنامه هایی که هست، اگر حرف باقی هست مشنویم از شما. قربانتان و سلامت، ممنون شما هست نگاه سبزتان. دقیقاً که ما مسئولیت مسائل و موضوعات محیط‌زیستی مسئولیت مشترک است اما متمایز. شما کرشمه جان به عنوان همکار دیگه ما به عنوان گرداننده روشنگری میکنین برای مردم ما. یک تکثیران میره افرازات خود کاهش میده، یک مادر اولاد خود میگه زباله را در جای بنداز. یعنی مسئولیت همه ما است. تا زمانی که همه ما دست به هم نتیم به عنوان انسانای روی زمین کالی مرزا مصنوی کشیده شده، همه روی زمین اگر یک درخت هم در ایالات متحده زده میشه واکنش باید مردم افغانستان کنه. ما در داخل یک دکده هستیم، همه کپیتان کشتی ما متفاوت است که ما باید در روی زمین زندگی میکنیم، به خاطر حیات زمین مبارزه بکنیم. بله انشالله که همین گونه خودتون ممنون از شما. قربان شما. ممنون از تک تک شما خوبان عزیزان، قربان نگاه‌هایتان از اینکه تا ایدم ما را همراهی کردن. انشالله که یک روز قشنگ و زیبای عالی داشته باشین و دور از تمام غم اندو و اوقات خوب و خوش و لحظات خوش. الله یار مددگار تامی شما. لحظات اوقات خوش داشته باشین و همچنان سر بزنین به صفحه یوتیوب چینل تلویزیون خورشید و سابسکرایب کنین، برنامه‌های متفاوتی که ما تقدیمتان میکنیم تماشا کنیم. تا برنامه بعد و دیدار بعد شما را به خداوند پاک میسپاریم. لحظات اوقات خوش داشته باشین.